آقای سرزاده، این که به عنوان میشه به آقای بلینکن در نشست اردن با رهبران عرب مشخصا درباره اداره غزه پس از حذف حماس گفتگو کرده، به نظر میرسه این فوریت موضع عرب مبنی بر درخواست آتش بس رو از اولویت خارج کرده باشه. آیا اینطوره؟ خارج نکرده، یعنی عرب کما فی السابق خواهان آتش بس هستند، ولی عرب مثل حتی آمریکا و مثل بقیه جهان سوالی دارن از خودشون که پس از پایان عملیات نظامی بر سر غزه چه خواهد آمد؟ و شما اگر یک جنگی رو شروع میکنید برای این پایان این جنگ هم که بعد از پیروزیتون باید برنامه داشته باشه، و ما برنامه ای نمیبینیم که نتانیاهو داشته باشه. خودشون اعلام کردن که نمیخوان بعد از پیروزی اداره امور غزه رو به عهده بگیرن. بنابراین سوال هست که کی باید در غزه حکومت بکنه؟ و از اونجایی که آمریکا رابطه خوبی با دولت خردگردان فلسطینی داره، به همین علت دولت خردگردان فلسطینی هم در این جلسه شرکت داره در عمان پایتخت اردن، که اگر بشود بعد از پایان جنگ اداره غزه رو به حکومت خودگردان فلسطینی بسپارن. ولی واقعیت این است که برای محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی خیلی مشکل هست که پشت سر تانک های اسرائیلی وارد غزه بشه، علاوه بر این که به هر حال یه دورانی دولت خودگردان یا جریان فتح در غزه باخت انتخابات رو به هم است. اینه که این خیلی هنوز نامعلوم هست که اصولاً آیا محمود عباس بتونه اداره خودگردان، یعنی دولت خودگردان فلسطین بتونه اداره غزه رو به عهده بگیره. یک راه حل دیگری هم ارائه کردن که دولت‌های عربی مراکش، عربستان سعودی، امارات متحده پس از این داستان به نیابت از سازمان ملل ادارهش رو به عهده بگیرن، ولی واقعیت هست که هنوز هیچ کسی نمیدونه، و منم معتقد هستم که حتی نتانیاهو هم نمیدونه که بعدش چه خواهد شد در غزه.